سلام به هشتمی های عزیزم، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز میخوایم یه سوال تستی و مهم از الگوریتم غربال اعداد اول رو با همدیگه حل بکنیم، پس با من همراه باشید. ما تو غربال اعداد اول عددها رو میومدیم باش سر همی نوشتیم و عددهایی رو که اول نبودن رو خط میزدیم. الان اینجا به ما گفته در تعیین اعداد اول 1 تا 100، پس من باید اعداد 1 تا 100 رو پشت سر هم بنویسم. حالا چطوری می اومدیم خط می زدیم؟ می گفتیم عدد 1. خب عدد 1 نه اول نه مرکبه، پس خط می خوره. عدد 2. عدد 2 اوله چون 2 تا شمارنده داره، 2 و 1. پس دورش دایره می کشم و نگهش می دارم، ولی تمام مضرب های 2 رو خط می زنم. مضرب های 2 مثل 4 که می شود 2 تا، بعد 6، 2 3 تا و همینطور تا 100 شروع می کنم به اینها رو خط زدن. همینطور برای 3 عدد اولشون 2 تا شمارنده داره نگهش میدارم و تمام مضرب های 3 رو خط میزنم. مضرب های 3 مثل 2 3 تا 6 که قبلا تو 2 خط خورده، بعدی 9 و الی آخر. بچه‌ها ولی این روش سرعتی نیستش که ما بتونیم توی حل تست هایی به این صورت که ازمون میخواد عدد 33 چندمین عددیه که خط میخوره یا 50مین عددی که خط میخوره چنده نیستش. پس چجوری باید حلش بکنیم؟ روش تستی و سرعتیش بسیار ساده است. میایم همه این مراحل رو به صورت ذهنی انجام میدیم. میگیم عدد 1 رو که من خط زدم، 2 رو نگه داشتم، تمام مضاربش رو خط زدم. بچا بین اعداد 1 تا 100 چند تا مضرب 2 دارم؟ یعنی چند تا عدد هستن که به 2 بخش پذیرن؟ کافیه که بیایم 100 رو تقسیم بر 2 بکنیم میشه 50. اما ما خود دو رو که نگه داشتیم، دو رو که خط نزدیم، پس من های یکش میکنم 49. پس 1 رو خط زدم، 49 تا عدد پشت سر اون رو هم خط زدم. تا الان 50 تا عدد رو خط زدم. بعدش میام صورت سوال رو دقت میکنم. گفته عدد 33. عدد 33 یکانش فرده، پس جزو مضارب 2 نیستش. جمع عددهاش میشه 6. 6 که به 3 بخش پذیره، پس جزو مضرب های 3 هستش. پس میرم سراغ مضرب های 3. 3 رو نگه داشتم، بعدش رفتم سراغ 6. 6 تو 2 خط خورده بود، پس با این کاری ندارم. بعدی میشه 9، بعدش میشه 3 تا میریم بالا میشه 12. 12 تو 2 خط خورده بود، پس با اینم کاری ندارم. بعدیش میشه 15. 15 رو نگه میدارم. بعدیش 3 تا میریم بالاتر میشه 18. 18 دوباره تو 2 خط خورده بود، دوباره با این کاری ندارم. بعدی میشه 21. 21 رو نگه میدارم. دوباره مضرب بعدیش میشه 24. 24 هم تو 2 خط خورده بود، با اینم کاری ندارم. 3 تا میبرم بالا میشه 27. 27 رو نگه میدارم. بعدی 30 که تو 2 خط خورده بود و به آخری هم 33. 33 همون عددی هست که تو صورت سوال به ما داده شده. حالا بریم ببینیم چندمین عددیه که خط میخوره. 1 خط خورد، بعدش 49 تا خط خورد، تا الان 50 تا خط خورد. بعدش 9 خط خورد، شو میشه 51مین عدد. بعدی 15، 52، 53، 54 و 55مین عددی که خط میخوره میشه 33. به همین راحتی.